son aziz de musulmán o vis-à-vis l'un de kisa. Haywa urbai hewat ke ya vis-à-vis le zan sarakhpal kurta ya musulmán zwan be walai wo. Be walai wo. L'an de khabri atari ye termans ter sarashwe. Vis-à-vis zwan warta angur rawrad. Au musulmán zwan wakwarad. Bia ye warta sharab rawrad. Shagdan dana pegam خمر تلفظ کی یا خمر خمر راوړل نو مسلمان ورته وویل شراب حرام دی عیسایی ورته په ځواب کې وویل تاسو مسلمانان ډېر عجیبه خبرې کوئ څنګه دغو انګورو ته حلال وایئ او هغو شرابو ته حرام وایئ حال دا چې هغه هم له دې څخه دی مسلمان ځوان ورته وویل ته میرمن لرې عیسوي ځواب ورکړ چې هو داده مسلمان وویل لور لري عیسوي بیا ځواب ورکړ هو لور هم داده لرم مسلمان ځوان ورته وویل ته اوس نه ګورې چې الله تعالی درته دا میرمن حلاله کړې او هغه لور یې در باندې حرامه کړې حال دا چې هغه له دې څخه پیدا شوي عیسوي سمدستي وویل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوستان عزیز این داستان ما به خاطر صحبت و تمرین پشتو میخوانیم این معلوم نیست که این داستان راست است یا دروغ است یا آمد ساخته شده به خاطر اینکه شما بتونین در ذهنتان باقی بانه و صحبت کنین من هدفم یگانه هدف ما این است که زبان شما در حرکت بیاد و شما بتونین صحبتتان خیلی عالی شود اگر میخواین پشتو را انگلیسی را هر زبان را که یاد بگیرین فقط گپ بزنین و یگانه رای گفزن این نیست که شما در یک دوستان رو ببینین هر روز ببینین که در آینده چی میخواید که شوی یا نامت چی است بلکه متنا رو صحبت کنین خیلی نتیجه عالی میده در 10 روز اگر شما 10 دانه متن صحبت کنین مطمئن باشین که خیلی عالی یاد میگیرین شاگردان و طرح وقت چطاست کسل ولی از تاست در ترجمه کنم دی مسلمان او عیسوی لند کیسه منامی تا قصه کوتاه مسلمان و عیسوی پی یاو اروپایی حواد که یاو عیسوی در یک شوار اروپایی یک شخص عیسوی لذان سر با خود خپل کورتا یاو مسلمان خپل کورتا بخانه خود یاو مسلمان زوان یک جوان مسلمان را بیولای و برده بود بازی را پشتونا زیادرشان بولای تلفظ میکنه بیواو لام یا اونو یا را تلفظ نمی کنن اما اینجا نشان شده بیولای برده بود لانده خبر اتر یه ترمنز در سر شوی گفتگوی زیل یا گفتگوی پایین میانشان انجام شد در سر شوی انجام شد ترمنز میانشان خبر اتر گفتگو لانده این یه کس اینجا کنم معنای خاص نداره عیسوی جوان ورته انگور را ورد جوان عیسوی برایش انگور آورد او مسلمان جوان و خورد و جوان مسلمان خورد بیای ورته شراب را ورد باز برایش شراب آورد الکول آورد نو مسلمان ورته وویل پس مسلمان برایش گفت شراب حرام دی شراب حرام است عیسوی ورته په جواب که وویل عیسوی در جواب برایش گفت تاسو مسلمانان دیره عجیب خبره کوئی شما مسلمان ها بسیار یک حرف عجیب میگن یا عجیب صحبت میکنن چنگ دغو انگورو تا حلال وایی چطو به این انگور حلال میگن او هغو شرابو تا حرام وایی و به آن شراب حرام میگن حال دا چه حال این که هغه هم لده چخه دی هغه هم لده چخه دی یعنی آن هم از این است یعنی می شراب از امی انگور است مسلمان زوان ورتا وایل جوان مسلمان برایش گفت تا میرمن لری خودت خانم داری عیسوی جواب برکر عیسوی برایش جواب داد چه هو داده که بله این است مسلمان وویل مسلمان گفت دوستان عزیز ای وویل گفت معنایش مشخص نیست اگه بگویی که ما وویل باز معنا میتونم گفتم احمد وویل احمد گفت تاسو وویل شما گفتید میشه ای وویل معنایش ثابت نیست نظر به آغاز جمله ترجمه میشه مسلمان وویل مسلمان گفت لور لری دختر داری عیسوی بیا جواب برکر عیسوی باز جواب داد بیا باز هولور هم لرم داده بله دختر هم دارم این است مسلمان جوان ورته وویل جوان مسلمان برایش گفت تا اوس نگوری چه خودت حالا نمیبینی که الله تعالی درتا برایت دا میرمن حلاله کری
این خانم را حلال کرده، یعنی به خودت حلال کرده، او هغه لوری در باندې حرام کړی و آن دختر را برای تو حرام ساخته. یعنی خانمت همسرت است، با خودت یک جامعه باشه، اما دخترت برایت حرام است. خب این را باید بفهمین که چی معنی میده. او هغه لوری در باندې حرام کړی و او دخترت برات حرام ساخته. حال دا چه؟ حال این که هغه هم لدی څخه پیدا شوی. حال این که امو دخترت هم، یعنی او هم از این پیدا شده، یعنی از مادرت پیدا شده، از مادرت نه، یعنی از خانمت عزیزم پیدا شده. عیسوی سمدستی ویل، عیسوی دفتن گفت، سمدستی دفتن، یعنی کلمه را خواند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان لا و اشهد ان محمد رسول الله. گازره، گاوندهی، گرنل، گرتوار، گرتا، کورنه. دوستان عزیز، لغت شما را ششم خوب بجرت میخواین بدون ترس و نوک زبانتون را به کامتون میچسبانین به شکل کورنه. کورنه درست است؟ کوهای، کیدل، کیگی، گرزیدل، گرزی، گردای، گرد، گردول، گریدل، گمارل، گندل، گندی، گرن، گواخ، گوتمی. دوستان عزیز، 21 کس داخل خودی هایتون بگدار است اشتباه شده. گوتمی، گوتا، گرد، گرای، گونزا، گوند، گونگتا. زیت است پا جگواز تلفز کوام، معنا کوام و پا جمله که استفاده کوام. گازاره، زردک. گازاره دی وجود لپاره گرد لری. زردک برای بدن یا برای وجود فایده دارد. گوانده همسایه، احمد زمون گاوندهی دی، احمد همسایه ما است. گرنل شمردن، دی گناه کچونی گرنل خپل گناه ده، کوچک شمردن گناه خودش گناه است. گتور مفید یا گتور، دغه گتور خورده دی، این خوراک مفید است یا غذای مفید است. گتا فایده، دا کار هیچ گتا نداری، این کار هیچ فایده ندارد. کرن ناشنوا کرد، زما غوگ کرن دی، گوش ما ناشنوا است. کوهی چا، زمون کوهی دیر اوبه لری، چاه ما بسیار آب دارد. که دل شدن برشدن نه افهم چی جمله بگویم. پجمی که ناروغه که دل دیر سخت تیریگی به سری بانده یا به انسان بانده. در زمستان مریض شدن بسیار سخت مگذره بالای یک شخص. کیگی می شود، احمد بریالکی، احمد کامیاب می شود. گرزیدل گشتن، قدم زدن. دشبیل طرف پسرک بانده گرزیدل منع دی، از طرف شب گشتن در روی سرک یا در بیرون منع است. گرزی می گردد، احمد بیرون گرزی، احمد بیرون می گردد یا قدم می زند. دوستان عزیز، این گرزی اونو مثلا داری که میگیم سبب می گردد، برازی هم ایره هم می تانیم اونجا استفاده کنیم سبب گرزی. گردای دوستان عزیز، چاق و کلوله یا چاقایی. بعض افراد دیدن که قدش کوتاه میشه، چاق میشه، او را گردای میگن. مثلا میگم یا گردای حتل حلق و یک بچگه که چاق کلوله بود. امی لغت 13، 14، 15 ایره خوب دقیق متوجه باشین. گرد مشترک، مونگل تا سر گرد کار که ما با شما کار مشترک میکنیم یا کار یک جا میکنیم. گرد مشترک یک جا. لغت 14 گردول، خوب متوجه باشین، یک جا کردن. دی تیل و آب گردول امکان نداره، یک جا کردن یا مخلوط کردن تیل و آب امکان ندارد، یعنی مخلوط نمیشه. اینمی لغت 14 یک معنای دیگه هم میده، رقصاندن. ای که ما بگیریم یک کس را برقصانیم، خودمون چی پسر برقصانیم، چی یک دختر و یا زن برقصانیم. مثلا میگیم دی حلکان و گردول افغانستان که جرم دی، رقصاندن پسرا جرم است. این لغت خو یک معنایش رقصاندن است، یک معنایش یک جا کردن است، که اشتباه نکنه، هر دو معنایش دقیق است. گردیدل یک معنایش یک جا شدن است. مثلا اگه بگیم دیوبو او تیل و گردیدل امکان نداری، یک جا شدن تیل و آب امکان ندارد. اینا باز معنای دیگه از این لغت رقص کردن است. مثلا میگیم پا واده که گردیدل دیر خوان که رقص کردن در عروسی بسیار لذت دارد یا بسیار مزه میکند. گمارل گماشتن، اوس محال به دولتی بستونو که گمارل یا سخت کار دهی. فعلا گماشتن در بستهای دولتی یک کار سخت است، یعنی یک کسی را که ما بگماریم. گندل دختن، دی کاله و گندل آسان کار دهی، دختن کالا کار آسان است. گندی می دوزد،
می دوزد احمد کالی گندی احمد لباس می دوزد گند دوستان عزیز گند چندین معنا می ده تعداد زیاد انبوه مثلا گندم اگر ما زیاد تخمش پاش بتیم وقتی که او بروید یا زیاد بروید در این زبان بعض مردم غلو میگن یا پر میگن یعنی انبوه تعداد زیاد مقدار زیاد که سبز کرده موشه یا در اخبار که استفاده میشه مثلا میگم گند شمیر کسان زخمیان شد تعداد زیاد از افراد زخمی شدن گواه تهدید امریکا گواه کوی چه مون دایش لمنز او رو امریکا تهدید میکنه که ما دایش از بین میبریم گوتمه ی انگشتانه خیاطی که میکنین دستان که میکنین نوره درست است ما تا گوتمه ی را کرد به من انگشتانه را بده گوتا دوستان عزیز دو معنا میده هم انگشت معنا میده هم انگشتر معنا میده اگه بگی از ما پا گوتا که گوتا دا ایر چه رقم میگیم در انگشت ما انگشت است و تو معنا نمیده یعنی در انگشت ما انگشتر است جز ما گوتا را کشوا بز معنا میده انگشتر را من گم شد نظر به جمله ما تشخیص میدم گوت لنگ معنا میده دی احمد ورور گوت دی برادر احمد لنگ است گرای کوزی گلی یو گرای اوبر آورای یعنی یک کوزه ها بیار گونز چملوکی دوستان عزیز لباس که میشنن قاد قاد که میشنه یا در روی یک انسان که چملوکی پیدا میشه از ما کمیز گونز دی پیراهن ما چملوکی است یا چملوک است یا از ما پا مخ که گونز در روی ما چملوکی است یا خط است گوند حزب گلبودین در اسلامی گوند مشر دی گلبودین بزرگ حزب اسلامی است یا رهبر حزب اسلامی است مشر بزرگ کلان رهبر گونگتا قانگوزک گونگتا دشپه پرواز کهی قانگوزک از طرف شب پرواز میکنه یک نوع حشره است